شبانی یک، انگار کن بر این جزیره سرد نخل خرما می روید. انگار کن پریانی که به ادارات می روند هنوز با فانوس و رخت سفید بلند در بیشه می گشتند. انگار کن در این دل تاریکی ماشین ها کلبه ها بودند تا می شد از شبانان شیر تازه میش خرید. انگار کن که مادرت با چمدان و چرخ خیاطی از مرز می گذشت تا خانت بیاید و هرگز نرود. انگار کن که مرزبانان می فهمیدند آوارگی کوه و بیابان چیست. انگار کن در این شب بارانی رخت آویز چوبیت از شال و چتر خیس پر می شد. انگار کن که مردگان مزار اسمیت دان خیشان خونیت بودند. انگار کن که صبح سحر در خواب از آشپزخانه صدای فنجان و قهوه جوش می آمد. انگار کن که خواب نمی دیدی. نه من تجربه مهاجرت نداشتم. نخستین بار که اومدم اینجا چون یه دانشجوی فلسفه در حقیقت میهمان این فرهنگ شدم. قصدم ماندگار شدن اینجا و آغاز کردن زندگی تازه‌ای نبود. میخواستم تحصیلم تموم بشه برگردم به میهن خودم و برگشتم. دو سه سالی نگذشته بود از بازگشتم که رفتیم به دفاع کردن جانانه از آزادی اندیشه و بیان بی هیچ حصر استثناء برای همگان. یکی از برنامه هایی که روش بسیار کار کردیم این برنامه شیخونی بود که برای 10 شب ترتیب دادیم در انجمن فرهنگی ایران و آلمان و بعدها گفتند که این نخستین جرقه فرهنگی انقلاب در راه بوده، انقلابی که آمد و نقطه پایانی گذاشت بر همه امیدهای انقلابی ما. و الان که فکرشو میکنم واقعا نمیدونم چی شد که چنین شد. بگذاریم، به هر حال یکی از برایندهای انقلاب همین بود که من هم به گفته بودا از خانه به بیخانگی رفتم. من از درس دادن ممنوع شدم و از چاپ کردن هرچی و حتی از تدریس کردن در دانشگاه. در این میانه پاسدارا یا کمیتشی ها هم ریختن به کانون نویسندگان و هم ریختن به خونه من و همه دست نوشته های من و چاپ نشده های من رو بردن. و خب 2 سال و نیم بیرون از خونه در شهرهای گوناگون و در خونه‌های دوستان و رفیقان گوناگون زندگانی کردم تا بالاخره به من خبر دادن که دایره جستجو برای تو تنگتر و تنگتر داری میشه و باشو از ایران برو دیگه. و منم ناگزیر تصمیم گرفتم که برم از ایران و رفتم به کمک برخی از رفقای فدایی و برخی از دوستان بلوچ از راه پاکستان اومدم بیرون. اونجا برام یک پاسپورت تقلبی درست کردن که با اون ویزای ایتالیا رو گرفتم و رفتم ایتالیا و از اونجا تونستم ویزای بگیرم برای انگلیس و بیام اینجا و اومدم و پناهنده شدم. دفعه پیشش شد که اون 5-6 سالی که من اینجا بودم به عنوان دانشجو هرگز احساس قربت نمی کردم. حتی اصلا این اندیشه قربت حتی یک بار از درون من نگذشته بود. هیچ وقت می دونستم که هر وقت که دلم بخواد می تونم یه دانشگاه رو بل کنم، بلیط بگیرم برگردم به ایران.
و در یه جایی نوشتم که تفاوت زندان با دیگر چاها بر این است که زندان جاییه که تو نمیتونی ازش خارج بشی و این قربتی که من الان بهش گرفتار شدم از نوع زندانه الان تمام جهان برای من یک زندان بزرگ شده گستری آزادی من همون جاییست که توی ترابل داکیومنت هم نوشتن که به اونجا نمیتونی بری و روی اون ترابل داکیومنت نوشتن ولی تو گو تو اول کانتریز اکسپت ایران و این هست که خب من احساس زندانی شدن میکنم حالا در همین راستانه تفاوت های دو تا مقاله نوشتم که یکیش در پیوند بود با دو مفهوم مهاجر و پناهنده تفاوت اصلی و آشکار بین مهاجر و پناهنده این است که مهاجر به کشور میهمان می آید برای اینکه در اونجا دیگه میهمان نباشد به معنی جز میزبانان بشه اما پناهنده به کشور میزبان می آید با این امید که هر چی زودتر بتونه برگرده به میهنش البته در دراز مدت بسیاری از پناهندگان به مهاجر بدل میشن حق با تو بود در همون لحظه ای که من ایران رو ترک کردم آن نازنین رفیقی که داشت من رو با موتورسیکلت می برد به پاکستان و اون لحظه که گفت اینجا مرز پاکستان و ایرانه اونجا یه نگاهی به پشت سر کردم و گفتم نمیدونم مادر که دوباره کی تو رو خواهم دید ولی با این امید دارم میرم خب این امید هم میشه در من بوده و هنوزم هست اون کلمه هایی که من با خودم از ایران به اینجا آوردم همچنان منو توی جغرافی های فرهنگی ایران نگه میدارن یعنی جغرافی های فرهنگی ایران برای من گسترده میکنن میارن تا اینجا و من شاید بتونم امیدوار باشم که با اینکه توی این شهر هیچ همکار دیگه ای ندارم به این معنی که شاعر فارسی زبان دیگه ای در نزدیک من نیست با اینکه احساس میکنم که شاید یه چوبیم که از اجاقش بیرون اومده تنها داره میسوزه یعنی کنار چوبای دیگه نیست که بتونن شعله بلندتری بکشن ولی فکر میکنم که اگر بتونم کار خودم رو درست انجام بدم میتونم چشم شعر فارسی رو به بعضی از منظره ها به بعضی از چیزهایی باز کنم که قبلا شعر فارسی اونا رو ندیده اینجا فقط من مثل یه کانالم که شعر فارسی ازش عبور میکنه برای اینکه بتونه به جای دیگه برسه وقتی که حتی با شاعرای انگلیسی زبان حرف میزنم نمیتونم اون چیزی رو که توی ذهنم دارم بگم مجبور میشم ترجمه کنم بعد کلمه خوبی برای اون چیزی که دارم میگم پیدا نمیکنم بعد یهو چشمای اونا گرد میشه What do you mean? یک آدمی هستم که انگار از تمام گذشته و حال زبانی خودش جدا شده مثل یک جنگجویی که سلاحاشو ازش گرفتن و با دست خالی اومده به مساف چون گاهی واقعا حرف زدن ما با آدم ها مثل این هست که داریم می جنگیم باشون یا انگار که داریم مشق شمشیر باشون میکنیم وقتی که در جمع یه شاعر انگلیسی قرار میگیرن همچنان که اونها ممکنه که گاهی با یک جور ترحم به من نگاه کنن که مثلا آخه ببینین آواره شده اومده توی کشور ما حالا ما باید یه جوری بهش نشون بدیم که دوستش داریم یا حواسمون بهش هست فلان اینا ولی همزمان هم شمشیرشون رو برای من کشیدن که بگن اینجا دست بالا رو ما داریم یا تو حالا اگر اومدی اینجا نشستی قبول ولی خیلی پاتو از گلیم درازتر نکن در حالی که من وقتی با خودم حرف میزنم پیش خودم میگم که اگر که الان هممون داشتیم به فارسی حرف میزدیم هر یه ضربه که میزدی جاش دو تا ضربه میگرفتی
ولی این اتفاق نمیفته. تو به عنوان شاعر اصطلاحاً فیلولوگ هستی، خب؟ یعنی تو عاشق زبانی. تو بعضی وقتا نه حتی وقتی که داری مینویسی، وقتی که داری حرف میزنی، با حرف زدن تنگار داری میرقصی، با حرف زدن تنگار داری عشوه میکنی، انگار داری دل میبری. من با زبون انگلیسی نمیتونم این کارو بکنم، چون هم خودم حواسم به خودم هست که دارم چی میگم، هم به خاطر اینکه میدونم که یه کلمه رو ممکن درست تلفظ نکنم، حتی باید از اون کسی که داره به حرفم گوش میکنه بپرسم که الان اینو درست گفتم. ولی تو واقعا وقتی که داری میرقصی، برای یه حرکت دست یا یه حرکت پا بر نمیگردی به مردم بگی این حرکت واقعا درست بوده، این حرکت اصلا درست بود. اینا چیزایی هست که آدم آزار میده دیگه. اینجوری هست. اونجا شرایط نمیذاشته که من کارامو بکنم. حتی شرایط نمیذاشته که من شعرمو بگم. یعنی سانسور وجود داشته، اذیت و آزار وجود داشته، تهدید وجود داشته، برنامه میذاشتیم، برنامه رو لغو میکردن. و تازه از طرفی اصلا انگار برای کسی مهم نیست که تو شاعر هستی. اصلا واقعا شاعر بودن من برای کی مهمه یا اونجا چه تأثیری میذاره؟ در نتیجه من فکر میکنم که اگر در ایرانم بودم، بازم احساس در غربت بودن میکردن، فقط به یه شکل دیگه ای. اونجا غریب بودم، اینجا هم غریبم، در نهایت چیز خیلی زیادی برام عوض نشده. و تو نگاه کنی الان انگلیسی ها واقعا فکر میکنن من فقط اومدم اینجا که یه لقمه نون گیرم بیاد بخورم. خب به من میگن که تو چرا اومدی اینجا؟ منم ازشون توی اون شهر عهد نسیمم هست، میگم چرا کولریج دلش میخواست فرار کنه بره آمریکا؟ این خیلی کشور خوبیه که اینجا گلستونه، که چرا کولریج دلش میخواست فرار کنه بره آمریکا؟ چرا لورد بایرن فرار کرد رفت کلن از اینجا؟ پس معلومه هیچ جایی، هیچ سرزمینی جای خوبی برای شاعر نیست.